محبت بفرمایید. ما بگیم چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، سینه تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای. شعور سیاسی، اجتماعی و اندیشه های آیت الله خمینی در جریان شورش سال 57 نه از روی فهم و درایت، بلکه با استفاده از اصطلاحات قلمبه سلمبه و در پی بخفت کشاندن فرهنگی پویا و در نهان در پی نشر یک فرهنگ عقب افتاده بود. آیت الله خمینی برای ادامه حیات اجتماعی و سیاسی خود در ایام اقامت خیش در پاریس، در سخنرانی ها و مصاحبه ها سعی کرد اخلاق مدنی را بدون هیچ توصیفی با همپیمانی رسانه ها و سردادن روایات دینی با خواسته های بانوان ایران همساز سازد. و من امیدوارم که شما جوان ها با وحدت اراده و با وحدت عمل، بدون این که با هم اختلافی بکنید، همه یک صدا باشید و پشتیبانی از این نهضت بکنید که این نهضت به نفع مملکت شما، به نفع خود شما و تبلیغاتی که در اطراف این مسائل میشد، این تبلیغات همه تبلیغات شاهانه است، این که اسلام نمیتونه دیگه حالا اداره بکند، مال 14 قرن بیشتر پیش است، اسلام دیکتاتوری دوم است، اسلام نمیتوند که حاجات فعلی مردم را برآورد، اسلام دعوت به ارتجاع میکند. از این مسائلی که دیگه کوک نشدن، یا اینا دیگه کوک نشدن، در 20 سال پیش از این ممکن بوده کسی یه چیزی بگه، ولی که حالا دیگه کنه شده. همین آقایی که سیاه میگفت و عرض میکنم که دوشه غیر مبارک ارتجاع سیاه و چیز سر اینها دارن مملکت را چه میکنن، حالا آمده دستش را دراز کرده که مراجع ازام روحانیان اعلام بیان و با من کمک کنن که من این جنایات را خوزه بدم و زیادش کنم و ادامه شده. جزید میشه اینجاست، این حرف ها کوه نشده. اسلام اون اسلامی است که در نیم قرن فتح کرد تمام این ممالک را برای اینکه آدمشون کند، نه فتح اسلام مثل فتح سلطنت های سلطان های دیگر، این فتح نادرشاه هست. خیلی اون طرز حکومت اسلام طرز حکومت آدمسازی است. شما خود رؤسای اسلام را باید ملاحظه کنید، مثل پیغمبر اکرم که رئیس اسلام است، امیرالمومنین که بعد از او رئیس اسلام بود، شما خود اونا را ببینید که وضعشون چجوری بوده، دیکتاتوری بوده. پیغمبری که با مردم دیگه وقتی می نشست معلوم نبود آقا کدوم است و نوفر کدوم است و از می کنم که اصحاب کدوم است و خود پیغمبر کدوم است. بیرم اون حاکم که زندگیش یه پوست داشت اینجا، سوارش دو تا زن و شوهر میخواد، زن تازه فهمی باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیها، و روزا علف شطور سروش میرفتن که علف بخورد. این بارگاه تخت و بارگاه اعلی حضرت سلطان
قر میکرد مثل سایر عمله ها قر میکرد. پینه داشت این جای دست، این جای دست پینه داشت. نه کار میکرد که جمع بکند، کار میکرد وقت میکرد. همون روزی که باش بیعت کردن میل کلنگش را برداشت در سراغ کاری که انجام میداد، اونجا این چشمه را میخواست حرف کند، خودش با دست خودش حرف کرد. وقتی در آمد تبریک هستی بکنید، تبریک را برای برسه بگید، بیار قلم و کاغذ، قلم و کاغذ. همون وقت وقت کرد برای یه جهت میرم زندگی و خوراکش به از نان جو نگذشت، بالاتر نبود، اونم چند تا لغمه اینقدر. ما یه همچه خواهیم دنبال این میگردیم، پیدا نمی کنیم. البته خودشون هم فرمود که خود شما طاقت ندارید اینقدر، لیکن تقوا داشته باشید. ما دنبال یه حاکم تقوادار، تقوای سیاسی لااقل داشته باشید. نخورد مال این ملت را، هدر نداد مال این ملت را. به دنبال این میگردیم. ما میگیم حکومت اسلامی میخوان یک حکومتی باشد که یه قدری شبیه باشد به این حاکمان ما. اینا کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که آین از این میترسن؟ دیکتاتوری چیه؟ حکومت قانون. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را حضلش کرده، یک ظلم بکنه، یک سیری به حضلش بزنه، ظلمن اسلام را حضلش کرده. این دیگه قابلیت از برای حکومت نده. این دیکتاتوری حکومت قانونه، قانون خدا. یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد، از این پیش قاضی میرد و یه حاضرش میکنن، بگنم حاضر میشه فرانسه سر از فهمید این کار کرد. من یه همچه حکومتی میخوام، حکومت قانون. فرانسه رفته آور شما را تایید کند، موفق باشید، حالا با هم باشید. آقا اگر چنانچه متفرق بشید کاری از پیش نمیبرید، یکی یکی کار از پیش نمیبرد، همه با هم مستمع. یاد الله مع الجماعه. دانش خمینی که ملهم از تسلط او بر دنیای دینی و معنوی مردم بود، به منظور سازماندهی، ارتباط و انتشار آن در سطوح جامعه سنتی ایران به کار گرفته شد که به تخریب جامعه زنان منتهی گردید و متعاقب جان گرفتن استیلای رژیم، خشنترین چهره واقعی خود را نشان داد. اسلام جلو شهوات را میگیرد. اسلام نمیگذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنند، پوستشون را میکنند، پوستشون را میکنند. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت برن توی شهرها، کارهایی که زمان طاغوت میشد. همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنند. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. اسلام اجازه نمیداد که ما آزاد بذاریم که هر کس هر غلطی میخواد بکند، هر توطئه‌ای میخواد بکند، هر کاری میخواد بکند که بکشد به خاک و خون. همه چیز با اینها رفتار شده است و اینها اهل این نیستن که با نصیحت دست از کار خودشون بردارن. باید با شدت بهشون عمل کرد. پوشیدن نیست که این ملت اون که میخواد جمهوری اسلامی میخواد، اسلام رو میخواد این ملت. چند نفر آدم فاسد بیان بگن که نه خیر اسلام، نه همون جمهوری، و بخوان چند نفر آدم به یه ملت تحمیل کنند و بعد بگن که ما آزاد نیستیم. بعد از قریب 36 سال ناامنی اجتماعی و سیاست‌های واپسگرانه دکانداران دین، مبارزه بانوان ایران برای دستیابی به حقوق حقه خود نشان داده که حاکمیت سخت در اشتباه و نشانه ای از بی‌اعتمادی به ماندگاری بقای رژیم است. آمریکا، آمریکا، نه تنهایی.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیب ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.